علم آدم الاسماء كلها. بحث در مسئله شناسایی ذات باری تعالی بود که در این عبارت فرمودند یعرف كل وجود و موجود من جهت القلبه. بحث در این بود که آیا این مطلبی که ایشون فرمودن که هر موجودی یدرک ربه و یعرف ربه درسته یا درست نیست، یک بحث. بحث دوم در این بود که ملاک درک عبارت از اون جهت غلبه است یا خیر، جهت غلبه مطرح نیست، معیار نیست، اصل وجود معیار است. بحث سوم در این بود که اصلش ما در باب وجود ترکیب داریم یا نداریم، که ایشون می‌فرمان به این که از حیث قلبه در شیء مرکب قالب اجزای مرکب اون شیء قالبش مدرک و بقیه تابع اون مدرک هستن. این اصل داریم، ترکیب در باب وجود داریم یا نداریم. ببینید اینا چند تا بحث تو این عبارت جناب آقای صدرالدین قونوی آمده که باید این چند بحث رو ما تحقیق کنیم ببینیم صحیح هست یا صحیح نیست. اولا بحث در این است که کل موجودن یعرف الحق اولا، هر موجودی میتونه عارف به حق باشه یا اینکه نه موجود خاص عارف به حق باشه، موجود مخصوص عارف به حق باشه. هر موجودی نمیتونه عارف به حق باشه. ما حرفمون اینست که نه، هر موجودی نمیتونه عارف به حق باشه. ایشون گفتن کل موجودن یعرف الحق منتها من حیث القلبه. ما میگیم نه، اصلش هر موجودی نمیتواند مدرک حق باشه. چرا؟ برای اینکه اونی که میتونه مدرک حق باشه اونیست که مدرک خودش باشه. اول بتونه خودشو بشناسه تا بتونه خالقشو بشناسه، تا بتونه مبدعشو بشناسه، تا بتونه الهشو بشناسه. چطور تو آیه میگه و این میشوین الا یوسف بخونه؟ اون تکوینیه. ولا کناتو ولا، اون تکوینیه. سنگ لا یعرف ربه، لا یعرف ربه، خون خودشو درک نمیکنه، چطور میتواند غیر رو درک کنه؟ ملاک درک خارج از خود اینه که اول خودشو درک کنه. اگه من بخوام یه چیزی خارج از خودم رو درک کنم باید اول خودم رو درک کنم، یعنی خودم رو بشناسم تا بتونم غیر رو بشناسم. اگه خودم رو نمیشناسم نمیتونم غیر رو بشناسم. اگه علم به خودم ندارم نمیتونم علم به غیر بشناسم. جماد لا یدرک نفسه، ولی که لا یدرک نفسه، لا یدرک نفسه، ربشو درک نمیکنه. ملاک درک عبارت از تجرده که بحث تجرد رو مفصل بحث میکرد و مراتب تجرد. هر جا تجرد هست ادراک هست، هر جا تجرد نیست ادراک نیست. ادراک نیست یعنی خودشه مدعی خودش نیست، تا چه رسد به اینکه مدعی خارج از خودش باشه. باید ابتداعا شی یدرک نفسه ثم یدرک ربه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. این چقدر زیباست این جمله، من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که عارف به خودش باشه میتونه عارف به حق باشه. من کان اعرف به نفسهی هو اعرف به ربه. هرچی به خودت اعرف بوده باشی به خدا اعرفی. هرچی مرتبه تجرد بیشتر باشه که عرفانت به خودش از حیث تجرد بیشتر باشه به خدا عرفانش باشه. تابع مراتب تجرد خودت چقدر بالا رفتی، چقدر در تجرد بالا رفتی،
چقدر حرکت سعودی در تجرد کرد. همیشه موندی در همون مرتبه ده تجرد موندی یا بالا رفت. هرچی بالا بری بیشتر خدا رو میشناسی، هرچی همونجا بمونی همونقدر میشناسی. اگر از تجرد ساقط بشه ادراک دارم تمام. پس ملاک شناسایی چیه؟ من عرف نفسه، فقط عرف نفسه. من چون مجردم عارف به خودم هست، چون عارف به خودم هستم میتونم عارف به خودم میتونم بفهمم از کجا آمدم به کجا میرم در کجا هستم، اینو میتونم بفهمم. اما اگر عرفانی به خودم ندارم مبدع شناس نیستم، نمیتونم بفهمم که از کجا آمدم، خودم رو درک نمی کنم تا بگم این من از کجاست، این موجودی که میگه من از کجاست، این درک نمی کنه تا بگه از کجاست، تا بگه منتهی الیه کجاست. لا یعرف نفسه تو اینکه مبدأش کجاست، لا یعرف نفسه تو اینکه منتهی الیه کجاست. نه اولش رو میدونه نه آخرش رو میدونه، نه خودش رو میدونه، هیچی نمیدونه. پس ملاک درک، درک رب چیه؟ ادراک خودش، شی با دربار خودش داره. خب حالا هر ادراکی میتونه رب رو درک کنه، هر ادراک بفرمایید ادراک آمد مجرد شی مجرد شد، ولی نفس تجرد کافیش برای ادراک پروردگار یا نه مرتبه خاص از تجرد؟ اگه گفتیم آقا مرتبه خاص از تجرد مده که بارد آقا کدوم مرتبه؟ اون مرتبه که بتونه کلی رو درک کنه تا بتونه یه صغرا کبرا تشکیل بده. اگه بتواند این صغرا کبرا رو تشکیل بده از نظر درک، میتونه پروردگار رو درک کنه. اینم تازه درک ناقصه ها، ناقصترین درک عبارت از همینه که یعرف و امر کلی را، یعنی منطق سرش بشه، یعرف المنطق. یعرف المنطق معناش عبارت از درک کلیش، بتونه درک کلی کنه تا یه صغرا بغل یه کبرا زمینه کنه، بعد بگه پس بنابراین نتیجه حاصل است. و سواد مردم نمیتونن این تو صغرا و کبرا رو تشکیل، تمام بازاری ها حرفاشون صغرا و کبرا هست، منتها اصطلاح رو بلد نیستن، شکل اول شکل دوم شکل سوم چهارم رو بلد نیستن، و الا تمام حرفاشون استدلالی، تمام حرفاشون منطقیه، منتها اصطلاحات منطق بلد نیستن. فرق از ما بین این که انسان منطق خونده باشد یا نه منطقی حرف بزنن. همه مردم منطقی حرف بزنن، چون نمیتونی یکی رو پیدا کنی که غیر منطقی حرف بزنن. اگه عاقله ها دیوانه رو کار نداری، اونی که عاقله، اونی که عاقله منطقی حرف بزنن، این کاسبه منطقی حرف بزنن. یا آقا من این 10 تومن خریدم باید چند بپوشم؟ 10 تومن این با رهلا چی ساقط میشه؟ این منطقه، این برهانه. این 10 تومن اگر 10 و 5 هزار اضافه نفت بوشم که ساقط میشم، که همون ماه اول ساقط میشم، باید حتما انتفاع داشته باشم تا کاسبی بشه دید. تا تجارت بشه، تا صنعت بشه، تا زراعت بشه، هر کاری میخواد بکنه اینطوریه. یه باید این کار من یه نفعی داشته باشه، اگه نفع نداشته باشه نمارش نمارش. کارها رو در نظر میگیریم که اونی که نفعش اصلا بیشتری میره دنباله. چرا مردم دنباله بیشتر میدوان؟ من منطقه میگه اگر منفعت بیشتر میدوشد اون کار بهتری دیگه، منفعت کمتر میدوشد اون کار ضعیفتری، منفعت نداشته باشد این کار نیکن دوست دور این دوست دور حمالی بی خود. حالا حمالی کاش بی خود بوده باشد، حمالی که دین هم داره مدیون همه مردم میشه، برای این کار رو این عبارت هست همون منطق. منطقه نمیدونه صغرا و کبرا داره، با صغرا و کبرا هم داره حرف میزنه، اما نمیدونه صغرا و کبرا، نمیدونه شکل اولی. خب پس بنابراین درک باری تعالی یعنی موجود واجب از وجود بخواییم درک کنیم، اول ادراک میکنیم، دوم ادراک مخصوص، ادراکی که بتوند به اون ادراک یک قضیه صغرا و کبرا تشکیل بده.
یعنی عقل داشته باشه، یعنی درک کلی داشته باشه. اون زمینه توحید مخصوص شما هاست که حیوانات نمیگن ای حیوانات موحد باشید، حیوان بیان آتون موحد بشید، سگ رو بیان موحدش کنید، سگ قابل توحید میشه، گربه بیان موحدش کنید قابل میشه، اما انسان قابل. شما رو میذارن مدرسه درس میکنید، یه قدری که بالا اومدی انشالله عقل پیدا میکنی، یعنی میتونی تمیز بدی کل و جزئی رو، هم میتونی تمیز بدی، میتونی درک کنی که الانسان و کلیون یعنی چی، نمیتونی فهمی الانسان و جزئیون یعنی، اینو میفهمی و میتونی با این قضیه تشریح بدی، بگی آ این عالم که من میبینم حادثه، هر حادثی محتاج به محدثه، عالم حادثی، حادث محدث میخواد، محدث هم باید خارج از عالم باشه و الا خودش باید محتاج به محدثه. پس بنابراین عالم یه محدثی دارد که خودش حادث نیست، قدیم هست و الا لازم باید تسلسل از دور. این همه میفهمن، کدوم شخصش تو بازار اینو نفهمه؟ منطقه نمیدونه سغراس و کبراس و شکل اول است و فلان و این حرفا و شرایط شکل اول، از این حرفا ولد نیست، لب قضیه تو ذهنشه، حقیقت قضیه تو ذهنشه، ولی اصطلاحات نیست. اصطلاح دیدستن یه مسئله است و واقع مطلب رو درک کردن یه مسئله دیگه است. خب پس بنابراین ادراک رب منوط به چیه؟ ادراک واجب الوجود منوط به چیه؟ به تجرد اول، بعد تجرد مخصوص، یعنی درک کلی بکنه. پس هر موجود مجردی که مدرک کلی هستش میتونه ادراک واجب تعالی بکنه، میتونه بفهمه از کجا آمده است، به کجا منتهی میشه، در کجا واقع است. حتا حیوانات مطلقا ندارن این معرفتو، پس بنابراین حیوان این درک رو نداره. زا هدهد حضرت سلیمان ماجراش چیه؟ واجب شناس نیست، بلکه شخصیات اشیاء شخصیه رو میشناسه. این مگسه میاد سراغ شما، درک جزئی میکنه، مجرد درک جزئی میکنه، میاد نات انگشت شما خورما بهش خورده، خورمایی میاد میخوره، مدرک جزئیات، یعنی بو داره بو رو درک میکنه، شامه داره این گربه شامه داره، از خونه دهم میاد خونه شما، اینجا مرغ و جوجه هست میاد خونه شما، اون خونه های دیگه نه مرغیست نه جوجه ایست نه کبابیست، و اینجا هستش میاد اینجا. درک جزئی داره، اما درک جزئی کافی نیست برای ادراک پروردگار، که بگه یک موجود غنی به ذاتی در نظام عالم هست، این نمیتونه. چرا؟ چون کبرا نداره، جزئیات رو درک میکنه، این هدهد جزئی رو درک میکنه، اومد گفت بعد اینا اینجوری هن اینجوری هن اینجوری هن، گفت خیلی خوب من درسته، از اینکه گفت شمس رو میپرستم غیر خدا رو، همون جزئیات رو گفت دیگه، گفت جزئیات خبر داد از یه جزئیات، یه جوری کلیات، یعنی کدوم کلیات منظور منطق معرف و حجت که خوندی که معرف و حجت، نه مگه اون کلی نیست که صادق بر کثیری، چرا دیگه کلی صادق بر کثیری، خب الان اون چطور کل. موجود و مجرد کل، یعنی میدانه که آتش گرمه مثلا، این کلی است، نه مسئله درک کلیات یه دفعه بارده این آتش هست، میگیم آتش گرمه هست، حال این طبیعت گرمه هست، طبیعت آتش کردن، این کی میفهمه؟ عقل میفهمه. اما حیوان چی میفهمه؟ جزئیات میفهمه. نبات چی میفهمه؟ جزئیات میفهمه. تمام مراتب حیوان جزئیات، این آخرین مرتبه حیوان که تربیتش میکنن قوه واهمه داره، یعنی معنای جزئی رو میفهمه. سگ رو تربیت میکنن اون معنای جزئی رو میفهمه. این کلی که میفرمایید همون کلی نیست، و العلم بالاحکام الکلیه، بله همینه، بله کلی، بله کلی، بله یجب و صلات علا کل بالغ عاقلی، اینا کلی از صلات کلی، بالغ عاقل هم کلی، هر کسی که بالغ عاقل است واجب است بر او صلات، این طبیعت صلات کاری به فرد نداره، هم مسئله بلوغ، هم مسئله عقل، هم مسئله صلات کلی،
بودیم کسی که بالغ است، کسی که عاقل است، واجب است بر او طبیعت صلاحالدین. صفت کلی بودیم. وقتی صفت کلی رو آدم عاقل چکا میکنی که خب من مکلفم، من بالغم، من مکلف عاقل، واجب نماز بخونم. نماز چی با دارم یاد بگیرم؟ اگه گفتیم آقا ای شخص بالغ عاقل، خطاب کردیم به شما، ای بالغ عاقل بر شما واجب است صلات، میفهمید اینو؟ هم کلیشو میفهمید که بلوغ هست، هم کلیشو میفهمید که عقل هست، هم کلیشو میفهمید که صلات هست. منطقه یه داره صلات بلدید خب میخونید، یه داره میگید دنبال صلات دارم یاد بگیرم. صلات چیه؟ زکات چیه؟ حد چیه؟ اینا همه کلی. خب پس من آورین ملاک درک ذات واجب الوجود واجب بذاریم درکش منوط به چیه؟ منوط اول به تجرد، دوم تجرد مخصوص. تجرد مخصوص یعنی چی؟ یعنی بتواند ادراک کلی رو کن تا بتونه تشخیص صغرا و کبرا بده. بگیم این عالم حادث است، دست رو عالم بذاره، دست رو خودش بذاره، بگه من حادثم، من حادث محدث میخوام. دست بذاره رو شب و روز، بگه آه شب و روز حادث است، این حادث محدث میخواهد. دست رو هر چیزی بذاره از حدوث ها، همین کبرا و صغرا تشکیل میده. پس بنابراین یه محدثی داریم در عالم که خودش دیگه حادث نیست، یعنی خودش ثابته، یعنی خودش ثابته دیگه. بله بله، یا تسلسل یا دوره دیگه. بله خب پس بنابراین ببینید درک واجب الوجود نسبت به این حقیقت واجب ممکن نیست الا به تجرد، اون هم به تجرد خاص، تجردی که مدره کلیات بشه. این در کجاست؟ در انسان. پس انسان است که عاقل. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی که ادعای کلی میکنه. تا مادامی که ادعای کلی نمیکنه، این دیوانه رو کاری باش ما نداری. دیوانه رو چکارش داری؟ نمیفهمه. عقل نداره، نمیتواند درک کلی کند، نمیتواند. حالا که نمیتواند تکلیفی هم حیوانات اون آخرین مرتبه حیوانات که تربیتشون میکنن قوه واهمه داره، قوه واهمه رو تربیت میکنن، با قوه واهمه ازش کار میکشن. سگ معلم، سگ معلم قوه واهمه داره، تربیت میشه. بعد میگی برو اون سیده که زد، تیر رو که زد به سید، یه برو برشته بیا میره میبرده تربیت جزئی ها، این جزئی تربیت عادت شده برش. این میشه یه ملکه در درک، ملکه در درک، اونم نسبت به یه امر جزئی. حالا یه حیوان دیگر رو بیاییم نمیتونه درک کنه. حیوانی که مادون واهمه است نمیتونه درک کنه. ممکنه خیال داشته باشه، صورت رو درک کنه، معنا رو درک کنه، فایده نداره. اون نمیتونه. حتما باید دارای جنبه تجرد باشه وجود، تجردش هم در مرتبه عقل باشه، یعنی ادراک کلی باشه تا بتونه خدا رو درک کنه. پس ببینید اینجا چه نعمت بزرگی، همینجا ها، همینجایی که شما اینو میفهمید، چه نعمت بزرگی خدا به ما داده که ما خدا رو میتونیم درک کنیم. قدرش رو نمیدونیم. اون شخص اومد خدمت امام، گفت آقا من فقیرم، آقا من هیچی ندارم. امام فرمود تو ایمان داری یا نداری؟ گفت چرا؟ گفت ایمان تو میدی همه عالم رو میگیری؟ گفت نه. حالا ایمان از کجا پیدا شده؟ میشه منهای عقل ایمان پیدا بشه؟ نه. یه نعمت بزرگتر داری که اون نعمت بزرگتر، یه نعمت بزرگتری که درست میکنه. نعمت عقل خدا بهت داده، نعمت ایمان رو با اختیار خودت ایجاد میکنه. چه نعمت بزرگ؟ اونتا قبلشو نداری، خیال میکنی چیزی نداری، همه چی داری، همه چی داره، خیال میکنی چی نداری. این نوع گوشت و آب و اینا که میگذره، که اینا چه زیاد بخوری، چه کم بخوری، چه بخوری، چه نخوری، اما اونی که ثابته چی؟ همون ایمان توی، اون ایمان عقلته که ثابت، ایمانی که دنبال عقلت ثابت. خب از اینجا چی معلوم شد؟ این جمله جناب آقای صدرالدین قونی
گفت یعرف و کل موجوده ربه یه تخصیص بهش میدنیم یعرف و کل موجود مجرد یدرک الکلیات فهو یعقل ربه. دو تا قید بهش بزنیم. این حالا در مرتبه نازل معرفته ها، نازل معرفت اینه، این اولین مرتبه شناسایی خدایش که نمیخواد، بعد مرتبه بالاتر هم داره، یکی میگه آه خدا رو میبینم ازش، این شهوده، میبینم در آیات خلقیه، میبینم در آیات امریه، میبینم در همه آیات. یه علی فرمود به اینکه ما رأیت حسین لا و رأیت الله، هیچ شیئی در آدم نمیبینم ولی خدا رو میبینم، خدا رو میبینم، شهود میکنم خدا رو. خب من و شما که شهود نمیکنه خدا رو، من و شما خودمون رو شهود میکنیم، هی میگید من، نمازت هم میگی من، نماز من، روزه من، حج من، امر معروف نهی از خوبی من، من همش من منه، همش انانیته. آه چیزی هم میبینی؟ خدا تو میبینی؟ میگه نه خدا هست ولی نمیبینی. بله بله میگه خدا هست میبینی؟ میگه نمیبینم. اما علی فرمود هر چی میبینم خدا میبینم. حالا یه مطلب بالاتر هم علی میگه هر چی میبینم خدا میبینم، هم خود در خودش خدا میبینم، هم قبلش هم بعدش، هر چی میبینم خدا قبلش بعد، قبلش خدا میبینم، با او خدا میبینم، بعد از او خدا میبینم. ما رأیت شیئا و رأیت الله قبل و معه و بعد. یعنی خدا را قبلش هم میبینم، بعدش هم میبینم، با او هم هر چی در عالم میبینم خدا میبینم، دل خدا میبینم، خودم رو میبینم خدا میبینم. علی نه که خودش میبینه خودش میبینه، خدا میبینه، صفاتش میبینه خدا میبینه، افعالش میبینه خدا میبینه، هرچی میبینه خدا، هرچی میبینه خودش جور هرچیه دیگه، خودش خارج از هرچیه، هرچی میبیند خدا میبیند. اما من و تو هرچی میبینیم خودمون میبینیم. ببینیم ما آدم خوبی هم شدیم، ما میگیم ما در این حال میگیم ما، اما علی میگه خدا. این چقدر فرق، شهود با شهود با غیر شهود چقدر فرق کرد اینجا، چقدر فرق کرد. یعنی فاصله لایتناهاست، فصل لایتناهاست. یکی هم یه آقا جون من هستی متصل شده، متصل شده فلا هسته و فسعی زنی شده فانی میشه در هم، مثل چوب خوش میده خوش میده، مثل چوب خوش فلا هست و دعای شعبانی هست دیگه، میخونی و نمیفهمی، میخونی نمیفهمی، فلا هسته و فسعی غر جلاله. خدا یه لحاظ میکنه بعد از مراتب شهود، بعد از مراتب منطقی و بعد از مراتب شهود و همه این مراتب شهود، یه لحاظ دیگه خدا به این عبد شاهد میکنه، عبد شاهد حق، یه لحاظ آخر نیست که فسعی غر جلاله. اون وقت مثل چوب خوش میشه میفته. او یارو هم میگه ای بابا این از دنیا رفت، نه از دنیا نرفت، این فنا فی الحق، بقیه فی الحق، فنا فی الحق. اینا مراتب درک ها، منتها ما اولین مرتبه درک رو بحث میکنیم، بگیم شما که میگویید هر موجودی مده که ربش هست، خیر، موجوده مجرده مرتبه خاص از تجرد مدرک رب. گفتید به این که به جهت اغلبیت، اون جهتی که در این موجود هست و غالب هستش، اون جهت مدرک حق است، جهت مغلوب مدرک نیست. اگه یه انسانی عبارت باشد از جهاتی، مرکب از جهاتی باشه، اون جهت غالبش مدرکه، جهت غیر غالبش خیر. شما اینجوری گفتی در عبارت اینطوریه، اون جهت غالبه مدرک، مدرک حق، اولا هر موجودیست ایشون اینطور گفت، بعد هر موجود جهت غالبش مدرکه نه جهت مغلوبش. خب اینجا بحث دوم، ما در وجود ترکیب نداریم تا بگیم آقا
این مرکب یه جزءش که قالبه یدرک و بقیه تابع او هستند. وجود بسیطه، لا ترکیبه، ترکیب نداره وجود. تو بگیم آقا این شیء مرکب اون جزءش که قالبه بر اجزای دیگه هستش او مدرکه، وجود هر جزئیش دستش بذاری جزئه، وجود نیست، خود وجود. شما وجود رو که مرکب به قول شما هست جداش کنید از هم، بگید آقا جون این عنصر اکسیژن رو که الکترون و پروتون و نفرون هست میخواییم جدا کنید و جداش کنید، بعد اون جزئی که جدا کردید چیه؟ وجوده یا جزئی؟ وجوده، وجوده، جزئی اکسیژنه، اما جزئی وجود نیست. هیدروژن تقسیمش کنی، الکترون و پروتون و نیترون، هر عنصری الکترون و پروتون اینا از هم جدا کنی، آقا الکترون پروتون نیترون اینا کدوم هست؟ اینا جزء وجودن یا وجود بی وجودن؟ خود اون الکترون رو اگه شکستیش دوتش کردی، هر جزش چیه؟ جزء وجوده، خود وجوده، خود وجوده. الجزء یتجزا الی غیر النهایه، اما هر جزی وجوده، نه جزء الوجوده، بله جزء اکسیژنه، نه جزء وجود. وجود امرون بسیط، این وجود بسیط دارای مراتب، مرتبه داره. الوجود حقیقتا واحده ذو مراتب مشککه، مراتب مشککه داره. مثل نور میمونه، نور یه حقیقت واحده است، این حقیقت واحده مراتب داره، نور قوی داریم و نور ضعیف نمیتونه. حالا این نور عالم ماده است، ند مجرد همینطوره، نور مجرد، نور مجرد باز حقیقتون واحده زون مراتب مشکل. این نور برزخی است، یه نور مثالی است، یه نور ملکوتی است، یه نور جبروتی است، یه نور مشیتی، یه نور واجب الوجود. شب جمعه است میگی یا نور و یا قدوس، کدوم نوره که یا نور تو کارخونه است میگی یا نور و یا قدوس، میشه کفره که. نور تو اتاق شماست میگی یا نور و یا قدوس، میشه کفره که. نوری که از تمام مراتب نازلی وجود مجرد میشه، یعنی برای او حد نیست. مراتبی که در تجربه کنیم برای اینه که شخص که دعا کنویل میخونه و میزنه چی داریم، اگه این مراتب تجربه داریم نمیدونی چی داریم، نمیفهمی چی داریم. وجود مجرد میرسد به یه جایی که اطلاق پیدا میکنه، یعنی برای این نور هیچ مرتبه خاصی دیگه نیست، واجد همه مراتب، همه مراتب هست. و این واجدیت هم به نحو قیومیت قیوم است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. پس بنابراین اینجا این جمله که شما گفتید به عنوان اقربیت معنی اون وجودی که درش میکند که باید مجرد باشه و مجردی باشد که مرتبه تجردش مرتبه خاصی باشه، اون یدر کل حق، اون بسیط هست. این بسیط به تمام بساطش یدر کل حق، اما دو حیثیت نداره که بگیم آقا یکی غالب یکی مغلوب، یه جزء غالب داره یه جزء مغلوب، اون غالبش درش میکنه مغلوبش چی؟ ما یکون مجردن در حد خاص از تجرد بسیط است و همون بسیط درک میکنن دیگه. ترکیب اونجا نیست، اون ترکیب در او هست و اون جهت قالبه درک میکنه. چرا ترکیب نیست؟ لأن الوجود بسیط هم لا ترکیب فی هست، ترکیب مال غیر وجوده. اجسام مرکبه، نه وجود باهن. آسمان و زمین مرکبه، آب مرکبه، عنصر مرکبه، نه وجود مرکبه. اشیا مرکبه، اما وجود ترکیبی درش نیست، وجود بسیط. منتها در مراتب، مراتب لایتناهی از یک شروع میشه تا مرتبه لایتناهی وجود که عبارت از وجود حی قیوم باشه. اون وقت کدوم وجوده که درش میکنه؟ اون وجود بسیطی که رسیده است به جایی که کلیات رو درک میکنه،
موجود به سرحد تجرد باید برسه، تجردش هم به حدی باید بشه مدرک کلی باشه که اسمش عقله. عقل اگه گفتن ماهو العقل و ماهو یعنی مجردن هو یدرک الکلیات، عقلش. اگه بگن واهمه چیه میگیم مجردن یدرک الجزئیات، اگه خیال چیه میگیم مجردن یدرک الصور. خیال شما عقل نیست، وهم شما هم عقل نیست. این که میگیم آقا تابع عقل نباش برای همین، تابع وهم نباش برای همینه. انسان هایی که تابع وهمن میشن وسواسی. وسواسی یعنی چی؟ وسواسی میگه نشد، دستو میزنه تو آش تو اقیانوس در میره، میگه نشد، چی نشد؟ این نشد میدره کنم آنل جزئیه نعنای جزئی رو درک کنه، کلی رو درک کنه. اگه کلی رو درک کنه که آب به ما انه آب، این طبیعت آب یو تهر دیگه تمام تا دست تو آب میگه پاک شد، تا به عقلش میشه و وهم میشه، وهم میگه نشد، هی میگه نشد. صد دفعه دست اونجا سیدی داشتیم در تهران، سید جوجو بهش میگفته، آستان باش جوجو کوچولو بوده ایش بهش کنه، آستان باش جوجو میامد سر حوض مسجد جامع زمستون یخو میشه از دست میگه تو آوده، هی میگفت شد نشد، شد نشد. آدو نماز جماعت بخونه، همه نماز جماعت رو تموم شده، هنوز شد نشد داره بود. وهمه دیگه. عقل میگه آقا تا خورد دستت به آب، این آب جزئی، آب هم که متحر است نم کلی، این سغراب به این زمینه این کبرا، پس دستم پاک است. این کبرا و سغرا سا که عاقل اگه هستی این حرف رو میزنی، میگه آب، این آب، آب هم متحر است، این طبیعت آب هم متحر است، دست من هم خورد به متحر. خب باید حاجا یه حدیثی آقای امام صادق فهمونن که به یکی از اصحاب که عقل چیز طرف گفتش که این که آدم خیر و شر رو بفهمه، حضرت فهمونن اینو که حیوان هم میفهمه، بلکه عقل اونه که تمیز بین دوتا خیر بده. نه اتفاقا حیوان نمیفهمه خیر و شر، اگه میفهمید که شما رو پاره نمیگن که نه سود خودش میفهمه که بعد غذا رو الان بخوره، خیرش خوردن. نه اون فقط مسئله غریزه جنسی گروش نشه، هر چی باشه باید بخوره، هیچ چی دیگه نمیفهمه. اینو واهمه بهش میگه؟ از غیر واهمه چیز دیگه نداره او، اونم هر حیوان رازه اینطور نیست. بعضی حیوانات فقط خیال دارن، بعضی حیوانات خیال هم دارن، فقط حس دارن، یعنی حس لامسه داره، کرم خراتین لامسه، درک لامسه. آجا خیال مگه صور نیست؟ کجا این خیال که صور را درک میکنه؟ صور جزئیه یا کلی؟ صور کلی ما نزیم، صور همه جزئیه، معانی کلی، معانی جزئی و کلی. میگم صور کدوم صور یعنی؟ صورت دیگه هرچی صورته، طول از اومنا رو بنا صورت زید و عمر و بکر، اشکال هندسی، تمام اشکال هندسی صورته. حضا این حدیث هستش العقل ما عبده به الرحمن درسته، درسته اون باقل عقل کلیه دیگه، بله دیگه کلیه. اگه نواشه خدا رو تشخیص نده بعد خدای کلشونه خدا عبادت این شده. آجا در فلسفه یه بحثی هست میگم که آیا این واهمه همون عقلت متنزله یا نه؟ نه. یعنی از شاخه عقل نه. نیست؟ نه واهمه غیره.